برای گردآوری شاهنامه راه ساده تر این بود که یکی از سر الملوک ها که نسخ آنها فراوان بود به وسیله یک ادیب عربیدان ترجمه شود، اما کار را سرسری نگرفتند. 4 موبد سال خورده از 4 شهر گرد آمدند و نشستند و گذشته از منابع مکتوب به زبان پهلوی، از روایات شفاهی هم که به خاطر داشتند بهره جستند و کتابی نوشتند که طبعاً لغات عربی در آن به نسبت آثار دیگران عصر کمتر به کار رفته است. اکنون ببینیم شاهنامه تا چه اندازه با خدای نامک پهلوی همانندی دارد. خدای نامک منحصراً سرگذشت پادشاهان را در بر داشته و هر آنچه با سیاست ساسانی سازگار نبوده در آن جایی نداشته است. علاوه بر خدای نامک، داستان‌های حماسی به ویژه داستان‌های خاندان رستم جداگانه در میان دهقانان رواج داشته که قسمتی از آنها را در شاهنامه ابومنصوری گنجانیدند. فردوسی در مواردی از نامه باستان، نامه خسروان و نامه شهریاران پیش نام می‌برد. داستان کیل و دمنه را از قول شادان برزین می‌آورد. داستان شطرنج را از قول شاهوی پیر نقل می کند که شاید همان ماهوی خورشید پسر بهرام از مردم نیشابور باشد. در اکتبر سال 635 برابر با مهر ماه عرب‌ها به ایران تاختند. ایرانیان در قادسیه شکست خوردند و رستم فرخ هرمز سپهبد آذربایجان و فرمانده سپاه ایران کشته شد. آخرین بار یزگرد سپاهیانی در نهاوند گرد آورد. در سال 642 با شکست نهاوند دولت ساسانی در هم ریخت.